درود دوستان و همراهان گرامی پادکست گرداتش محمد تماسبی هستم و در این قسمت از گرداتش میخوام در مورد استوره برج بابل صحبت بکنم و رابطه اون با بیت کوین ممکنه عجیب بیاد مقایسه این دو و حالا یه پیش زمینه ازش میگم بعد خود داستان رو از روی کتاب مقدس میخونم و بعد داستان رو یکم شرح میدیم و اینکه چه معناهایی میتونه داشته باشه زمان این ایده به ذهن من خطور کرد که داشتم کتاب صوتی سنو کرش نوشته نیل سن رو میخوندم که یکی از نویسنده های مورد علاقه ادم بک و در واقع کتاب مورد علاقه ادم بک هست که روی سایتش هم معرفی کرده و توی یکی از مصاحبه هایی که داشت من این پیشنهاد ازش شنیدم که این کتاب رو به عنوان یکی از کتاب های محبوب خودش معرفی کرد نیل استیونسن یک نویسنده یک کتاب های علمی تخیلی هست و البته کتاب های غیر داستانی هم داره و همچنین در شرکت آمازون هم فکر میکنم سمت چیف فیوچریست یعنی آینده رئیس آینده یه سمت عجیب و غریبی هست که حالا شاید اولین کسی باشه توی دنیا که چنین سمتی داشته باشه شاید تحقیق نکردم در این زمینه حال این داستان در مورد یک دنیایی هست مثل دنیایی که امروزه به عنوان متاورس داریم میشناسیمش یک دنیای مجازی که انسان ها اوتارهایی از خودشون رو در اون دارن و یک ویروس رایانه ای هست به اسم سنو که سنو یه چیزی مثل برفک تلویزیون میشه چیز در اون مایه ها و این ویروس کامپیوتری اسمش سنو هست و هم بر بعد فیزیکی افراد تاثیر میذاره و هم بر بعد اوتاری اونها در اون دنیای مجازی بگذاریم که از این از این که خود داستان دقیقا چی هست اما اشاراتی داره به پیدایش زبان و این داستان برج بابل در استوری آفرینش هم باز اشاراتی به در واقع چند زبان شدن مردم داره حالا خود داستان رو از کتاب مقدس اول میخونم که میشه باب یازده هم آیات یک تا نهم از سفر پیدایش میفرماید و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود و واقع شد که چون از مشرق کوش میکردند همواری در زمین شنعار یافتند و در آنجا سکنا گرفتند و به یکدیگر گفتند بیایید خشت ها بسازیم و آنها را خوب بپزیم و ایشان را آجر به جای سنگ بود و قیر به جای گچ و گفتند بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم و خداوند نزور نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا می کردند ملاحظه نماید و خداوند گفت همانا قوم یکی است و جمیع ایشان را یک زبان و این کار را شروع کردند و الان هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز مندند. از آن سبب آنجا را بابل نامیدند بابل در اصل عبری خودش به معنی گیج و مبهوت و راه گم کرده است و به این خاطر اسم اونجا بابل شده بود حالا برمیگردیم به نقل قول از خود کتاب از همین اول آیه نه و آیه آخر شروع میکنم آخ آیه آخر از این داستان از آن سبب آنجا را بابل نامیدند زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود حالا در مورد این صحبت بکنیم که به زبان ساده این داستان چی میگه؟ این داستان میگه که مردم در شهر مردم از جای کوچ کردند و به شهر, شهر شنعار اومدن و در اونجا چون که زبان مشترکی داشتند میتونستن با هم ارتباط برقرار بکنن متحد بشن و داشتن برجی رو میساختن که سر به فلک داشت میکشید و این برج رو از این بابت داشتن میساختن که با هم متحد باشن و نامی رو برای خودشون این کسب بکنن یهوه یا خداوند که از آسمان میاد نزول پیدا میکنه میبینه که اینها دارن این رو میسازن و چنین برج باشکوهی رو دارن بنا میکنن میگه این به این دلیله که اینها یک زبان مشترک دارن و وقتی که چنین کاری ازشون برمیاد چه کارهای دیگه که ممکن از, از اونها برمیاد و هیچ نمیشه جلوشون رو گرفت و از اونجاست که زبان اونها رو پراکنده میکنه و به این دلیل اسطوره آفرینش میگه که در این باب یازده هم میگه دلیل چندگونگی زبانها این بوده خب طبیعتاً دلیل اینکه زبان ها چند گونه هست این نیست اما هر داستانی فارغ از واقعیت یا خیالی بودنش میتونه یه معناهای زمینی برای ما داشته باشه وقتی که ما یک زبان مشترک داشته باشیم چه کارهایی میتونیم بکنیم و با وجود اینکه ما زبانهای متفاوتی داشتیم زبانهای طبیعی متفاوتی داشتیم به نظر خود من یه زبانهایی داشتیم که این زبانها در تمام دنیا مشترک بوده وقتی که اصول اونها رو میفهمیدیم همه یک منطق داشتن همه یک شیبه یه ابراز داشتن و از همه اونها یک چیز برداشت میشده و این زبان ها برای همه افراد مشترک بودن و یکی از ابتدایی ترین زبان های البته غیر طبیعی که ما انسان ها داشتیم شاید زبان ریاضیات بوده که میاد محاسبه و حساب و کتاب رو برای ما حالا ما داریم جنبه عملی رو در نظر میگیریم برای ما میسر میکنه این که بتونیم با هم معامله بکنیم این یک زبان مشترک بوده و همچنین الان وقتی که داشتم این داستان رو گوش میکردم اول ایده ای که به ذهنم رسید که الان ما زبان کد رو داریم زبان زبانهای برنامه نویسی مختلف رو داریم که میشه اینها رو زبان مختلف بین اقوام و ملل در نظر گرفت که البته همگی منطق بسیار شبیه و همدیگه دارن حالا بگذریم از این که توی زبان برنامه نویسی مثلا ایف و پرینت و اینکلود و اینها به کار میره که از زبان انگلیسی گرفته شدن با صرف نظر از اونها یک نفر که توی آمریکا بخواد برنامه نویسی بکنه وقتی که معنی اینها رو بدونه میتونه یک چیزی رو بگه که برای یک سیستم قابل شناختن و دریافتن و تفسیر کردن هست و این روی همه سیستم هایی که به یک زبان صحبت میکنن و اون زبان رو میفهمن میتونه قابل تفسیر به یک شکل باشه و همه افرادی هم که اون برنامه ها رو می نویسن می به یک شیوه حرف خودشون رو بیان بکنن مقصود خودشون رو بیان بکنن پس ما میتونیم دو زبان غیر طبیعی رو در نظر بگیریم یکی زبان ریاضیات و یکی زبان کد که این گویا همون زبانی بود که اگر ما می داشتیم چه کارها که میتونستیم بکنیم و داریم پس خیلی کارها رو برای ما ممکن میکنه حالا از بحث زبان کمی فراتر بریم ما در گذشته جستجوهای مختلفی برای یک ارز داشتیم برای اینکه یک ارز رو پیدا بکنیم به عنوان حامل ارزش و یک وسیله برای داد و ستد برای انجام معاملاتمون و این جستجو در جاهای مختلف ظهورهای مختلفی داشته مثلا در یک جا یک سنگهای قیمتی بوده در یک جا فلزات قیمتی بوده در یک جا صدف و چیزهایی بوده که از دریا شکار میکردن صدف و گوشماهی و اینها بوده و هر جا این چیزی که بتونن به عنوان یک ابزار برای داده ستد استفاده بکنن نمودهای مختلفی داشته و اینها به یک سمت حرکت میکنه و طلا پیروز این مبارزه و این حالا مبارزه نگیم پیروز این جستجو میشه این جستجو برای یک چیزی که حامل ارزش باشه ذخیره کننده ارزش باشه و بتونه به ما در داده ستد کمک بکنه به خاطر ویژگی هایی که داشت و این به افراد کمک میکرد که اگر یه نفر توی امپرا... تحت فرمان روایی امپراتوری عثمانی زندگی میکنه و یک نفر که در ایران زندگی میکنه بتونن طلا رو به عنوان یک حامل ارزش به عنوان یک ابزار داد استفاده بکنن که برای هر دو معنای یکسانی داره در همه جای دنیا تقریبا طلا میاد میشه زبان مشترک حالا درسته یکیشون وزنشون فرق میکرده هر واحد طلا ممکنه فرق میکرده عکس شاه ها یا ملکه های روی سکه ها فرق میکرده اما طلا میشه یک معیار ارزش مشترک تقریبا برای همه دنیا و با ارزش ترین اونها به خاطر ویژگی هایی که حالا در قسمت های دیگه هم در موردشون صحبت کردیم طلا به عبارتی یک زبان مشترک برای همه ما بود یک ارز مشترک برای همه دنیا بود و داد ستد رو ممکن می کرد و صحبت کردن به زبان یکسان رو در دنیای اقتصاد و تجارت و تعاملات اقتصادی برای ما ممکن می کرد ما طلا رو از دست دادیم که حالا یه مقدارش اختیاراتی بوده که پول فیات یا پول دستوری به دولت ها میداده و یه مقدارش هم محدودیت هایی که طلا داشته مثلا سنگین بودنش حمل و نقل پرهزینهش و اینکه میشده این رو سنترالایز یا مرکزی کرد نگهداریش رو و ما این رو از دست دادیم و کسانی که سن من رو دارن و حتی پدران و مادران ما همه ما در عصرهای زندگی کردیم که این زبان مشترک رو از دست دادیم گویا یهوه از اون بالا آمده پایین و زبانهای ما رو پراکنده کرده و دیگه به یک زبان نمیتونیم صحبت بکنیم فرای اینکه خود این پولهای دستوری چه ضررهایی دارن و چه معایبی دارن ما از یک زبان یکسان هم محرومیم و وقتی که میخوایم مثلا با آمریکا مبادله بکنیم فرض بکنیم که هیچ مانع سیاسی هم نباشه حتی اگر اون رو هم در نظر نگیریم یک تبدیل باید اند... انجام بگیره یک تبدیل از ریال به دلار با اروپا تبدیل از یورو به ریال بین اروپا و آمریکا یورو به دلار یورو به دلار کانادا یورو به دلار استرالیا یورو به پوند هر کشوری ی... یک ارز خاص خودش رو داره و این در مقایسه با تاریخ کل دنیا یک استثناء هست یک پروژه آزمایشی شکست خورده است که ما, ما معایبش رو داریم میبینیم یک چیزی رو که داریم براش برنامه ریزی بکنیم که بخریم در این سال میبینیم سال بعد قیمتش به مراتب بالا رفته به خاطر اینکه دولت ها میتونن به راحتی در میزان عرضه این پول های دستوری دخالت بکنن و اونها رو بیارزش بکنن و برای مسارفی که خودشون ترجیح میدن اون رو به کار ببرن و گذشته از اون تغییر ارزش این ارزها نسبت به یکدیگر خودشون به تنهایی میتونن باعث ورشکستگی یک شرکت بشن یه شرکت که داره توی ایران کار میکنه ممکنه به خاطر اینکه پول ایران ریال ارزشش رو از دست میده تواناییشو رو برای خرید چیزی که از از آمریکا خریداری میکرده یا با واسطی از آمریکا خریداری میکرده از دست بده یک شبه ممکنه واقعا در معنای واقعی بدون اغراق این تواناییش نصف بشه چنانچه دیدیم و اغراقی در این قضیه نیست اینکه ما در دنیایی زندگی میکنیم و پدر و مادرهای ما هم در این دنیا زندگی کردن یک امر عادی نیست یعنی اینکه ما در جوامعی جوامع زندگی بکنیم که هر کشور ارز خودش رو داره و تقریبا به اندازه تمام کشورهای دنیا ارز متفاوتی هست این یک حالت عادی نیست و یک چیزی هست که همه ما به خاطر داریم همه عمرمون و حتی عمر افرادی که قبل از ما بودن یک نسل و نسل اما این در برابر تاریخ تمدن بشر یا تاریخ مبادلات مبادلاتی که حالا به وسیله کالاهای میانجی مثل حالا طلا و چیزهای با ارزش استفاده میشده توشون در برابر اون یک چشم به هم زدنه در برابر این هزارها مبادله کردن و سالهای سال قرنها در سر بودن طلا یک چشم به هم زدنه و ضرر اون رو داریم میبینیم و این یک حالت استثناست و ما داریم به زبانهای مختلفی صحبت میکنیم و تبدیل این زبانها به همدیگه هزینه هایی رو داره و مانع هایی رو ایجاد میکنه و بعضی این مانع ها مصنوعی هستن و ممکنه ارزی از جایی نتونه به جای دیگه منتقل بشه و برای ما ایرانی ها این کمترین توضیح رو میطلبه کمترین توضیح رو نیاز داره چون که حقیقتی هست که باهاش سالها زندگی کردیم و بیت کوین همه اینها رو گفتیم که به اینجا برسیم بیت کوین یک زبان مشترک هست در تمام اعصار که دیگه مثل طلا هم حتی نیست که نقش شاه و ملکه روش فرق بکنه و اندازش فرق بکنه همه جای دنیا به یک زبان و اون زبان زبان بیت کوینه که میتونه صحبت بکنه و بیت کوین در دنیایی که میتونیم تصورش بکنیم و البته همچنان اون دنیا به وجود نیومده یکی از پیش هایی که حامیان بیت کوین میکنن دنیایی هست که در اون هایپر بیت کوینیزیشن رخ داده باشه یعنی جایی که همه جوامع به بیت کوین رو, رو آورده باشن هنوز ترجمه خوبی رو برای هایپر بیت کوینیزیشن پیدا نکردم حالا میتونیم بگیم فراگیری کامل بیت کوین جایی که وقتی که زمانی که وقتی ما بریم فروشگاه بخوایم با بیت کوین پرداخت بکنیم و این یه چیز عجیب نباشه و شاید حتی حالت پیش باشه دیگه به قیمت کالاها به عنوان حالا مثلا منی که توی لهستان هستم به عنوان زلوتی نگاه نکنم به اینکه هر کدومشون چند ساتوشی میشه یا چه, کسی از ساتوشی میشه نگاه بکنم و کالای رو از کشور دیگه بخرم به جای اینکه حالا به یه ارز قدرتمندتر مثل دلار یورو و ارزهایی که عمومیتی بیشتری دارن نگاه بکنم به قیمت اینکه چند ساتوشی میشه و چه کسی از ساتوشی میشه نگاه بکنم همه دنیا به یک زبان صحبت بکنه و اون زبان زبان بیت کوین باشه اون موقع دیگه ما این تبدیل های ارزی رو نداریم که یک, ش... یک شرکت رو بتونه یک شبه ورشکسته بکنه به خاطر افت ناگهانی ارزش پولش پس بیت کوین اون زبان مشترکی هست یکی از زبانهای غیر طبیعی که میتونه همه ما رو با هم متحد بکنه و برج بابلی رو بتونیم با هم بسازیم در کنار هم که سر به آسمان ها ببره و حتی کارهایی فراتر از اون تا زمانی که این زبان مشترک رو داشته باشیم امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید لطفا ویدیو رو لایک کنید و عضوی از, از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدیدی بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست رو گوش میکنید و دنبال میکنید لطفا باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبتتر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و های پیپل دسترسی دارن همچنین اکانت پیپل من و کیو کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.